امیل آلشام بچا با سلام و درود و احترام، امیل آلشام عقب افتاده ای که تصور میکند خیلی باهوش است. ببین چی کار میکنه اینجا. امیل آلشام گیگلی یه نفر رو بلا کرده، یه نفر فعال تویتری، دختر پسر هم دوستان عزیز دارن با هم یه قدم میزنن. دختره خب این شعورش رو ببینی، اول بچه هست، بعد میگه که چرا داره درباره پرچم کردها رو آوردن اروپا است. بعد این میگه که من پرچم مازی، بعد پرچم کردها رو میگم اون ملیت حالیش نیستم، ملیت چیه و حال ببین چه سوء استفاده این اینو آورده که به پهلوی فوش بده. این ابن ابینا، این امیل آلشام کسمتنگ، این کسمتنگ لیمونه، این چی میگه دوستان میگه گوش کنید. ایران اصلش این بوده احمق، نه اینکه که چشم و چراغ ایران آویزون میکردن از پلای عابر پیاده کردستان، یادتونه؟ بله. از ایرانیایی که نظر بد دارن در مورد کردها و پرچمشون، لطفا نظرتون رو توی خودتون نگه دارید، به کسی رفتی نه، چون شما اونا نظرشون رو تو خودشون نگه دارن، ولی تو بریز بیرون بروز بده. این کیه؟ این اصلا کیه؟ امیل آلشام این کی اصلا؟ این چقدر نظرش این چیزی مثل منه، یکی مثل منه، یکی مثل توه، از تو خیلی بالاتر البته. تو نظر چقدر عزیز داره امیل آلشام دیمونه؟ من الان نظرم بدم، نظرم من کی هستم که نظرم بدم؟ تو الان نظر من پخش کنه نفر بگی من طلبتال مثلا چی هم؟ طلبتال مثلا پهلوی هم. خب من اینجوری پخش کنم نظرم اینه، من دو گفتم مثلا 8 ضرب دل 2 میشه 156. بگن چقدر بیشوله این طرف داره پهلا بیبین چقدر بیشوله. کار امیر آلشام همینه. این کیه آخه؟ نظر تو هم میاید اینجا نظر میدید واسه هیچکی مهم نیست. من خودم از این به بعد تو تظاهرات پرچم کردستانو میارم، میخوام ببینم کی میخواد به من حرف بزنه، چرا نباید پرچمشون اونجا باشه؟ اونا اینو الان این اونه ای تبدیلش میکنه به سایبری های طرف این کسایی که رضا پهلوی اینا رو چیز داره میکنه، حمایت میکنه. ببین چی بیشیوریه. ببین گیگیری ارزشی بسیجی تو مغزت، من ریدم جا نیست بری، نه اصلا جا نیست، پر آنه بیات خودشون رو دارن، حق دارن پرچمشون رو بیار. امیل آلشام من تو مغزت لیدم تو مغزت جا داری؟ نه تو مغزت هم پر آنه، الان ثابت میکنه خودش. دوستان دقت کنید چی ثابت میکنه تو مغزت آنه. دو تا بیار تو. و واقعا جای خجالت داره واسه من بگم ایرانیم. اینو گذاشته که پشت بده به پهلوی گوش کنی؟ توی این کشور غریب ما گل به خودی میزنیم. گل به خودی؟ گل مزرش بزن. چه برسه تو ایران که گاورمنت همون داره به ما میزنه. گاورمنت به گاف آخه لگت بر چی بزنه؟ اینو گذاشتم آقا. این بچه هنوز نمیفهمه که گاورمنت همون آره، یه مش بشکهی یه مش آیه مش آخوند کونی که رفتن تو بشکه. امیل آلشام گاورمنت نیستن که، کونیمنتن، ابنمنتن، مثل علی توسی باز اصلا مملکت رو ول کرده به فکر توسیه. بگم توف به شرفت رضا پهلوی که از صندوق حامیان مثلا ملیگرات داری میریزی به حساب عبدالله مهتدی تجزیه طلب. آفرین امیل آلشام، اینو گذاشت که اینو بگه. بکنده خالی امیل آلشام تو مغزت انه عزیزم، تو مغزت تو انه. میان ویدیوهای منو در بالای تو نگاه میکنن، گیگیلی ها انقدر مغزشون انه که ویدیوهای منو اشتباهی نگاه میکنن، حالیشون نیست که بابا کی این ویدیو لوس کرده، نقده به تو گوهه. میان مینویسن امیل آلشام دلود بل امیل آلشام بل آخره، آخرش میفهمن که من ریدم به تو. مینویسن دلود به امیل آلشام، خوب سوزوندت تو، خوب دلو سوزوندت تو، تلو آتی زده ها، معلومه که بعد دل میسوز، من دل میسوزم. الان فاکس گفت چی دوستان؟ گفت تو همین این گذاشت، این آخه کیه جونی؟ آخه این کیه؟ یه طرف داره اینستاگرام میشه این پروبی روشن کرده، یه پسر همون برای میگه دورت بر کردستان، نمیدونه اصلا هنوز نمیدونه گاورمنت چیه، دولت چیه، ملت چیه، پرچم مگه میتونه کش کرد داخل ایران پرچم مگه میتونه بیاره کونی؟ نمیدونه هنوز.
تو اینو استناد بدی به پهلوی؟ توف بش باز تو باز توی شرف قائلی، یه شرفی داره که تو توف بکنی بهش. خب علی طوسی، باز علی خامنه‌ای، اون کونی که تو ازش دفاع میکنی، اصلا تو نمیدونی شرف چیه بیناموس. آفرین که اینجوری داری هوادار به کردای جدایی خواه میدی. این هم چه ربطی به پهلوی داره؟ میبینیم چقدر خله، میبینیم چقدر خله. گیگلی من میگم تو مغزت انه، ببین به راحتی مغز 17,000 بازدید از این کلدین که چی بشه آخه. این گو این نشسته اینجا دل همین کاره، همین بس شما گیگلی استفاده میکنه، منطور تو مغزش انه. اینو پهلوی گذاشته. آره چجوری ربطش میدی به پهلوی؟ بود یار سرکرده گروهک تروریستی کموله. بیشرف مشکل همه با منشور عبدالله مهتدی بود. تو الان مسیح و علی نجاد رو خلاب کرد. یادتر برم ارزش نداره که. ولی ارزش داری امیلال شام. من چه اینجوری صحبت میکنم؟ من این عقب افتاده رو میبینم، این منگولی رو میبینم، اینجوری میشه زبونم. این خواهش اینجوری صحبت میکنم. اجازه بدین امیلال شام، اجازه بدین. عجیبونه آخه، عقب افتاده آخه منگول. تو همه رو الان با جلوتر داشت همه رو میکوبید. نازنین بنیادی رو مسخره کرد، امیر طاهری مسخره کرد، مسیح علی نجات رو مسخره کرد. خب بعد میگه همه مشکلشون با این یارو کماله بود، این عبدالله مرتدی. چجوری میتونه یکی به تو گفته گسمشنگ مثل اون رایفی پور کونده خار که درباره نازنین بنیادی گفته این داشته مسترا رو پاک میکرده؟ خب همشون میگن ریدم به مغزت امیر آرشان، خونتون کجاست؟ من بیام تو رو بکشم بیرون، یه درخت چیزی تو اون کونت بکنم. خونت کجاست بیناموس؟ من فکر میکنم خارجی، فکر میکنم خارجی بیناموس به دستک. خونت کنی آدرس رو بذار اینجا، آدرس خونت رو بذار که میشه اینجور دوربین راحتی دیگه، از رژیم توسی باز داری حمایت میکنی دیگه، آدرس رو بذار دیگه. باشه همی داشتم. ولی میترسی؟ ولی میترسی؟ الان داری الان در باره کلدو بد گفتی، یا یه کلدو ببینی با شلوار پاچه خانواده خب میرینی تو شلواره. درسته؟ درست همی داشتم؟ ننت میره تو کونه. فالو کردی جز مهتدی، روز به روزم داری میگه همه رو به رضا پهلوی داری میگه. گفته بود بهت گفته بودن رضا پهلوی خراب کناره، نمیتونی بابا تو که تو پشمی، تو گوزی، تو هلیومی هستن انقدر سبکی. گوزه گوزی که یه نفر توی بزرگراه سوار یه موتور بوده داد ولداده تو اون گوزی، تو که پهلوی خراب کنی امیرالشام. امیرالشام بلا مامان بسالی بگی با خود، بلا عزیزم تو این کاله نیستی، بهش فالوور میدی. فالوور بهش فالوور از اون بعد ایران میگیم فالوور 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 غلطه بابا، فالوور فالوور چی ویش کجا بود این ویه این من نمیدونم. باشه کن ام یکی رضا پهلوی به همه رو آنفالو کرده به غیر از عبدالله رضا پهلوی. خیلی جالبه، نماد ملیت ایران که میاد میگه که من موندم. برای من سواله که چرا برای خودم سوال هست تو ویدیوهاش، چونی هست تو ویدیوهاش. ببین دیگه میگه اینکه زبان اینکه میگن حالا مدرسه‌هامون زبان مادریمون تدریس بشه، مثلا ریاضی رو به زبان کردی یاد بگیریم، ترکی یاد بگیریم، یا مثلا بلوچی یاد بگیریم. این میگه من نمیفهمم واقعا، جا واقعا میبینیم در چیز گنگی آخه. میگه مثلا بعد تشابهش میده این مقایستش میکنه با آمریکا، مثلا مثلا تو آمریکا که تو مدارس کتاب به زبانهای مختلف مکزیکی هست، اسپانیایی هست، انگلیسی هست، یاد بگم فرانسوی هست، به هر کدومشون بیان بخوام به زبان نمیشه که. حالا زبان خودشون حالا توی که توی اقلیم خودشون تدریس بشه اون یه حرفی، این که درس به زبان خودشون بخونن جالبه. وقتی آدمی که این حرفو میزنه تو چونی شروع نداری گیگیری یه چیزی یه انگ دیگه ای به رضا پهلوی بچسبون که بچسب. آ چون کندترین انگو، یعنی
پهلوی ایرانساز داره تجزیه میکنه ایرانو. خربگاد برای این که میگم ان تو مغزته ارزشی بسیجی، چرا ان تو مغزته پدر سگ؟ یه بار بو کن، شاید به خود به رفیقت بگو مخدو بو کنه، بو ان میده، به خود بو ان میده، من مطمئنم بو ان میده. رفیقات یه رفیقی مثلا یه فامیلی آشنایی که گیگلی نباشه، ارزی نباشه، بو کن با دشمنم نباشه، مثل من مثلا دشمن انقلاب اسلامی هستن دیگه، آره بگو بو کنه، مغز خشم بو ان میده. نیا کن این تحلیلگر تو خودش تو مغزش انه، ببین چی میگه بالاتر. بعد یکی هم اینجوری کارور ساده توییتر اگه تجزیه طلب مخفی نباشه، بریم خوش این تجزیه طلب مخفیه، این آخه کیه اصلا؟ این کیه؟ این دختر بچه کیه؟ مثل من داره صحبت میکنه، حالا با تصویر تو اروپاست، این کیه ربطش میدی به اون؟ اگه تجزیه طلب مخفی نباشه اصلا، میگم بیشور اول تو گفتی اینو این فرقه چیزی هنوز درکش نمیرسه که پرچم اقلیم یعنی جدایی، پرچم کردستان، پرچم کردستان و کردای ایران مردم بیارن این چی؟ یعنی پرچم کردستان یعنی کردستان یه دیگه هست از جدای از ایرانه، اینا نشو نگاه میکنیم، حال میدیم بهش. یه کاربر ساده برانداز توییتر که قدرت حال داری بهش میدی، تو دلی حال بهش میدی، آفرین گیگلی، آفرین امیل آسام، حال بده، از این حالا بده، ماشاءالله بابا 17-18 هزار تا گیگیری دنبالت کردن، نیاز کردن، فکر کردی مثلا امیل آماد هم شهلیه نه؟ لاشکون بیس نداره، میشه هوادارم، میشه سم، میشه هرچی اونا میخوان، من اصلا دیگه برچمه اونا رو میان کردست احمق. خب احمق، مردم ایران از هر گوشه کشور توی کردستان صابخونه مهمون نیستن، این حرفا رو میزنی، همینطور کردها الان در خونه رو باز کنی امیر، من مطمئنم امیر لاشم در خونه رو باز کنی یه کرد بهت بگه پهلوان میبینی فی شلوارت، من مطمئنم دیگه این کار نیست، شما آخه صاحب خونن تو گوشه گوشه ایران فرق نمی کنه، همینطور ترک ها، همینطور لور ها، بلوچ ها، امیل ها، شما رن این حرف گیلی ها پرچم هم رسته؟ آره پرچم هم پرچم هم یه دونه پرچم هم که عکس چنگک توشه درسته دیگه چه بیشه بلگه نمی چه خره پرچم یه دونه این پرچم رو الان برو بیرون، پرچم رو بگیر دستت امیل آلشام کنی، پرچم قاب دستمال مصطلح جمهوری اسلامی بگی دستت، بگو بگو آقا این پرچم رو قبول داری نه، اصلا من در تو محلتون بپرس ببین از ده نفر تو محلت بپرس این پرچم رو چه احساسی بهش دادی. خیلی جالبه. خبر بعدی آقا اینجا چیز جالب گفت این حرفا رو میزنی، همینطور کردها مردم ایران از هر گوشه، من اصلا دیگه پرچم اون توییتر که قدرت تشخیص نداره. ببین اینجا چی گفت، ببین این اینو آوردی تو تجزیه طلب، ببین چی میگه، اینو آورده که پهلوی رو به خاطر این بکوبه، خب حالا این بعد میگه تجزیه طلب مخفیه، خب این اگه با این قدرت تشخیص وقتی نداره چجوری تو میدیش دردش میدی که پهلوی اینو گذاشته که بریزه توی صندوق تجزیه طلب؟ این چه بیشوره؟ یکی هم اینجوری کارور ساده توییتر اگه تجزیه طلب مخفی نباشه خوشمینانش رو نگاه میکنه، حال میدیم بهش، یه کاربر ساده برانداز توییتر که قدرت تشخیص نداره میشه هوادارم. خب قدرت تشخیص وقتی نداره تو چونی غلط میکنی میگی توف به شلفت رضا پهلوی که اینا چی هن؟ طرفدارتن، که داری با اینا میریزی توی چیز صندوق چیز عبدالله مهتدی، این چه بیشوله؟ خلیت خودش رو ثابت کرد، میشه سم چه هرچی اونا میخوان، من اصلا دیگه برچم اونا رو میان کردست. التباط اینو با پهلوی مشخص کن ببینم گیگلی، این سوال بعد ازش پرسی، خاک تو سرت بسیجی، تو مغزت ریدم ارزشی،
بابا شما چقدر بیشعوری ناخه احمق. مردم ایران از هر گوشه کشور امیر که کردستان صاحب خونه امیر آسان امیر آسان پاشو برو الان کردستان جلت دی امیر یه سفل برو کردستان ببین چی کالت میکنه امیر صاحب خونه ای دیگه اونجا صاحب خونه ای کون برات میمونه فکر میکنی؟ با باتوم دوسته تا باتوم بل میگردی مجهز بل میگردی امیر دوستان دیگه امیلو امیل آشام یه گیری انتو مغزده شب و روزگارتون خوش